سلام و تقدیم ارادت حضور فرد فرد شما بینندگان ارجمند، با سلام و درود حضرت حق به روان پاک اشرف انبیا، در نشستی دیگر، برنامه زنده دیگر در حضور شما هستیم و به تشریح آیات قرآن میپردازیم. آیه شماره 76 از سوره دوم قرآن مورد نظر است که در مورد اون توضیح و تشریح میکنیم. در آیه قبلی موضوع آیه بر محور علم و عقل و اخلاق بود که آیا با علم و عقل میشود وارد دین شد و آیا میتوان با علم و اخلاق به ایمان رسید، و پاسخ منفی بود. بدون داشتن اخلاق، علم و عقل نمیتواند که ما رو به دین و به ایمان واصل بکند، و اخلاق یک موضوع عرفانی و موضوع فلسفی و موضوع معنوی نیست. اخلاق یک مقوله حقوقی است که انعکاس رعایت آن در واقع فاتح مبانی فلسفی و عرفانی و معنوی میشه، ولی خود اخلاق یک داد و ستد و روش داد و ستد هست و خارج از این هیچ چیز دیگری نیست، چون اخلاق در تعامل ظاهر میشه و اگر تعامل وجود نداشته باشه، اخلاق در ذهنیت منفک انفرادی فرد نمیتواند که نه رشد کند نه موجودیت پیدا بکند نه ارزشی داشته باشد. تخیلات انسان هم زمانی اخلاقی یا غیر اخلاقی میشود که در مورد یک تعاملی بیاندیشد. یعنی انسان اگر اندیشه تعاملی نداشته باشد و اندیشه داد و ستد نکند، حتی در اندیشه هم نمیتواند که اخلاق رو وارد بکند. اخلاق تحت هیچ عنوان خارج از داد و ستد و خارج از تعامل، چه تعامل اندیشه باشد، چه تعامل مادی باشد و چه انواع دیگر تعاملات، اون چه که بر حق و مسئولیت استوار است. در هر تعاملی حق و مسئولیت رد و بدل می شوند و تعاون این امر و تساوی و تعادل این امر اخلاق نامیده می شود. و کسانی که دارای علم هستند و دارای عقل هستند اما دارای اخلاق نیستند، چون اخلاق بر اساس عدالت است و داستان قرآن مربوط به کسانی بود که عدالت ندارند، یعنی ظالم هستند، و ظالم نمیتواند که عادل باشد، و اگر عادل نباشد نمیتواند اخلاق داشته باشد، و اگر اخلاق نداشته باشد نمیتواند ایمان داشته باشد. در آیه 76 که در واقع شروع آیه است که در یک ساعتی که در حضور شما خواهیم بود در مورد اون سخن خواهم گفت، به این ترتیب آغاز می شود که و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا و اذا خلا بعضهم الى بعض قالوا اتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم افلا تعقلون. و چون با ایمانداران روبرو و مقابل می شوند می گویند ما هم ایمان آوردیم،
و چون بعضی از ایشان با بعضی دیگر به خلوت درآیند یا به طرف خلوت یا به طرف بعضی دیگر در خلوت بروند، میگویند آیا حدیث میکنید؟ آیا گزارش میکنید؟ آیا نقل میکنید یا باز میگویید به ایشان؟ آیا با ایشان در میان میگذارید؟ به عبارت دیگر اتحدثونهم، آنچه را خدا بر شما گشوده و باز و مفتوح کرده است و آیا چنین میکنید؟ یعنی آنچه را خدا بر شما گشوده و باز و مفتوح و معلوم کرده، معلوم خود را در اختیار آنها میگذارید؟ آنچه بر شما معلوم شده با ایشان در میان میگذارید، آیا چنین میکنید؟ تا ایشان در نزد خدا دارای دلیل و حجت و استناد بشوند، به لحاظ آن چه شما امروز به آنها خبر داده اید و نسبت به آن اقرار کرده اید، آیا بر اون چه که امروز شما به آن خبر داده اید و نسبت به آن اقرار کرده اید و او را تصدیق کرده اید، مصدق خود را به آنها باز میگویید و در واقع به دست آنها دلیل و احتجاج میدهید تا از دلایل خود شما برای قانع کردن شما استفاده کنند و دلیل فائق آمدن آنها را بر مذاکرات به آنها واگذار می کنید؟ یعنی نزد آنها می روید و در حالی که ما با آنها در واقع در حال مبارزه و شاید هم محاربه هستیم، در این میدان جنگ به آنها ابزاری می دهید، به آنها وسائلی می دهید که در این جنگ، جنگ عقیدتی، بر شما پیروز بشوند و شما از خود در مقابل اونها خلع سلاح میکنید. در این جنگ عقیدتی عقل شما کجا رفته است؟ آیا اندیشه نمی کنید؟ آیا اندیشه نمی کنید که با قبول حقانیت اسلام باید عقلن و ایمانن مسلمان شوید؟ پس برای آن که عقلن و ایمانن مسلمان نشوید و عادل نشوید و به اخلاق در نیایید و عدالت نپذیرید و در ظلم باقی بمانید، حقانیت آنها را انکار کنید. و ازا لَقُ الَّذِينَ آمَنُوا، و هنگامی که ملاقات می کنند، روبرو می شوند با کسانی که دارای ایمان هستند، صحبتی از اسلام در اینجا نیست، با کسانی که مسلم هستند، هر کس تسلیم امر خدا باشد مسلم است، عده‌ای که ایماندار هستند، ایمان عبارت است از باور توحیدی که شخص موحد در اثر باور خود احساس امنیت و آرامش درونی و بیرونی کند. وقتی ملاقات میکنند با اهل ایمان، قالو آمنا، میگویند ما هم ایمان آوردیم. و ازا خلا بعضهم الى بعضن، و چون بعضی از اونها، تعدادی از اینها با تعدادی دیگر
خلوت میکنند. خلوت میکنند یعنی که دیگران از اون چه بین اونها میگذارد با اطلاع نیستند، یعنی جلسه ای نیست یا سخنی نیست که همه بشنوند و به صورت سخنی در بیاید که علم عام باشد و همه با آن دسترسی داشته باشند. در اسلام اساساً تشکیل سازمان، تشکیل اسوسییشن، تشکیل جمعیت‌های اخوت، گرد همایی ها، سازماندهی هایی که عام و عمومی نباشد کاملا تحریم شده، حرام اعلام شده در قرآن. تمام انجمن‌های مخفی، تمام انجمن‌هایی که دارای عضویت است و عضویت اون به شکلی است که انحصار اون را رعایت بکنند و در این انجمنها مطالبی گفته میشه که به خارج این انجمنها مربوط است. خوب توجه کنید، شما ممکن است که بین یک زن و شوهر یک انجمنی ایجاد بکنند، مثلا انجمن هست و این انجمن هم سری و مخفیانه و محرمانه است و در اونجا اون چه که مربوط به روابط زن و شوهر و فرزندان و خانواده اونها می شود آزاد است که مطرح کنند، می توانند خلوت ایجاد کنند. اما اگر شما خلوتی ایجاد کردید که مسائلی که در اون خلوت گفته میشه به خارج از خلوت مربوط باشه، فرض کنید که امروز شما یک جمعیتی تشکیل میدهید که ما میخواهیم فلان کشور رو تجزیه کنیم، پس این به همه اتباع اون کشور مربوط میشه. اما شما یک جمعیتی تشکیل میدید که یک سری افرادی که دارای قابلیت هستن، سرمایه دارن، عقل دارن، چه دارن اینها، اونها رو جمع میکنید 10 نفر 20 نفر و در این انجمن رو میبندید و به صورت محرمانه و مخفیانه در درون این انجمن 20-30 نفره برای 60 میلیون 50 میلیون 100 میلیون آدم تصمیم میگیرید و تصمیمتون عملی میکنید و دیگران در جهل و نادانی باقی میگذارید، بی اطلاعی باقی میگذارید. تشکیل خلوت و انجمنهای سری تا زمانی که موضوعاتی که در اونجا مطرح میشود مربوط به منافع افرادی که خارج از این انجمن هستند نمیشود مجاز است. اما هیچ تا به حال دیده نشده که انجمنهای سری به این منظور به وجود بیاید، بلکه انجمنهای سری به این منظور به وجود می آید که جنبه توطئه بین اقلیت و اکثریت وجود داشته باشد، یعنی یک نوع کودتا، یک نوع اسیان و یک نوع فسخ طغیانی در انجمنهای نهانی وجود داره و اینها کارهایی که در این انجمن میکنن مربوط به افرادی است که بیرون این انجمن هستند و راجع به منافع اونها تصمیم میگیرن، راجع به جان اونها، مال اونها، ناموس اونها، حقوق سیاسی اونها تصمیم میگیرن و این تصمیمات در درهای بسته انجام میشه. اگر افراد در درهای بسته میخواهند صحبت بکنند، فقط راجع به افرادی که در درون درهای بسته هستند اجازه صحبت دارند، نه اون که درهای بسته پشت درهای بسته برای مردمی که پشت در هستند تکلیف معین کنند که چنین میکنند. عنوان جمله اضافی. و چون ملاقات میکنند، روبرو میشوند، صورت به صورت میشوند با اهل ایمان، به اونها میگویند که ما هم ایمان آوردیم، ما هم ایماندار هستیم. و چون خلوت میکنند، بعضی از اینها با بعضی دیگر خلوت میکنند، از هم این سوال رو میکنند، این سوال جوابی که از اینجا به بعد انجام میشه بین اینها رد و بدل میشه. اتو حدثونهم بما فتح الله علیکم، آیا
باز میگویید و این حادثه و این واقعه و این موضوع رو که خدا برای شما باز کرده. چه چیزی رو خدا برای شما باز کرده؟ خدا برای شما باز کرده که دین اسلام دین برحق است، در دین شما دین اسلام تصدیق شده، دین اسلام هم دین شما رو تصدیق میکنه. تصدیق متقابل دارید شما بین دو دین و اساساً اون دین ادامه همین دینه. هم پیامبر شما وعده به ظهور او داده، هم او عقیده به پیامبر شما داره و اصلاً هم طایفه شماست و هزاران عامل و هزاران شاهد وجود داره که این دین برحقه. و این رو خدا چطور روشن میکنه؟ در کتاب وحیش روشن میکنه. خدا در کتاب وحی قرآن و در کتاب وحی تورات این حقایق رو برای شما روشن کرده، حقانیت این دین، دلایلش رو هم به شما داده خدا. حالا بین خودشون در خلوت دارن راجع به منافع کسانی صحبت میکنن که خارج از خلوت هستن. اینها گفتگوهایی است که بین این افراد میشه. یکی از یکی دیگر میپرسه اتو حدثون هم به ما فتح الله علیکم، آیا میخواهید که اون چرا که خدا بر شما معلوم کرده و علم شما ساخته از به شما حدیث گفته، شما داستان گفته، گزارش داده و شما رو روشن کرده به حقایقی که اون حقایق به ضرر شماست، که ما تسلیم بشویم و تایید بکنیم که این دین شما برحق است؟ خدا به شما دلایلی داده که ما میدانیم این دین برحق است اما نمیخواهیم این دین برحق رو بپذیریم. آیا شما تصمیم دارید این دلایل رو پیش اینها ببرید و به این مسلمان های محمدی بگویید که به این دلایل دین شما برحق است؟ یعنی شما وسیله‌ای در اختیار اینها بگذارید که اینها دیگه نتوانند که با شما احتجاج بکنند، بحث و گفتگو بکنند، متکی به دلایل خود شما بشوند، بگویند خود شما در کتاب تأیید اسلام را آورده اید، چرا تسلیم نمی شوید؟ چرا اسلام نمی آورید؟ میگوید آیا شما میخواهید برای اینها حدیث بگویید، میخواهید گزارش بدهید، نقل اثبات این مدعا رو بکنید و تصدیق خدا رو با اینها در میان بگذارید؟ لیوها جوکم بهی، تا اینکه در مقابل این اطلاعاتی که شما در اختیار اینها گذاشتید با شما در واقع به مجادله بپردازن، به احتجاج بپردازن. احتجاج یعنی که حجت طلبی، حجت به معنای دلیل و به معنای مدرک و به معنای نشانه و به معنای وجوه اثباتی معنی میده. یعنی آیا شما وسیله‌ای به دست اینها میدید که دلیلی به دست اینها میدید، حجتی به دست اینها میدید که بر اساس اون نشانه و قرینه و دلیل شما رو محکوم کنند نزد خدا؟ نزد خدا منظور روز قیامت نیست، منظور این که خدایی که هم خدای اونهاست و هم خدای شماست، ما در مقابل اون خدا الان قرار میگیریم. یعنی به ما میگویند که شما و ما در مقابل حضرت حق پاسخگو باید باشیم. آیا شما به این دلایل دین اسلام رو برحق نیافتید؟ نمیتوانند بگویند نه، چون خود اونها این دلایل رو در اختیار دیگران گذاشتند. بنابراین بین خود اینها رد و بدل میشود. این توضیحی که عرض میکنم مکرر به این خاطر است که یکی از بینندگان گفته است که این افلا تعقلون رو چه کسی به چه کسی میگوید؟ این آیا سؤالی است که در خلوت از همدیگه میکنند و میپرسند، یا سؤالی است که خدا از ما میپرسه؟ یعنی آیا این سؤال
در دل این خلوتکده مطرح میشه، بین اعضای این خلوت، حالا هر چی که از اسمش، یا اینکه این سوال رو از بیرون خدا داره از ما میپرسه، ما مخاطب این سوال هستیم یا خود این افرادی که در خلوت هستند. در متن آیه اینطور دیده میشه که هنگامی که ایشان باز برمیگرده به همون کسانی که ظالم بودن، انسانی رو کشتن، گاوی رو ذبح کردن و همون اتفاقاتی که افتاده و ظالم شدن، اونها به علت ظلمی که دارند با عقل و علمی که در آیه قبلی توضیح داده شد باز هم تحریف میکنند و بعضی به بعضی دیگر هم میگویند شما هم تحریف کنید، شما هم تحریف حقیقت نکنید، آزاد نکنید حقیقت رو، تحریف بکنید، دگرگون کنید همونطور که ما میکنیم. چرا؟ اگر شما تحریف نکنید و حقیقت دین رو بگید، از همین حقیقت دین به ضرر شما استفاده میشه و شما نمیتوانید که بعد از این در مقابل دین محاربه کنید، بجنگید و دین رو رد بکنید. دلیل دست اینها ندید. حالا سوال این است که این افلا تعقلون جزء نقل قول مستقیم است یا قول مستقیم تمام میشود و این سوال خدا از همه افرادی است که درگیر این ماجرا هستند. به نظر میرسد که این سوال سوالی است که داخلی است، مربوط به داخل همین خلوتخانه و محلی است که در اونجا خلوت کردند و در واقع انجمن سری ایجاد کردند. در این آیه به یک موضوع مهم اشاره می شود که امروز هم مبتلا به جامعه بشر است، یعنی دشمنان و منکران هم فهم و همراه و هم منفعت، کسانی که دارای منافع مشترک هستند، هم در حفظ منافع خودشون و هم در مبارزه با قرآن. از مبارزه با قرآن حتما یک منافع ایجاد می شود و الا آدم ها بیکار نیستند که بی خود با قرآن مبارزه کنند. یک تجارت، یک کار، شغل و سود بسیار فراوانی از این کار به دست میاد. کسانی که در قالب دوست به قرآن حمله می کنند یا کسانی که در قالب دشمن مستقیما با قرآن محاربه می کنند، همه اینها شغل هایی است که بسیار هم پردرآمد است در دنیای امروز. دشمنان و منکرانی که هم فکر هستند، هم اندیشه هستند، منافع مشترک دارند در نابودی قرآن، در مبارزه با قرآن و هم حقانیت قرآن رو در کتب و اطلاعات و تاریخ خود دارا هستند. یعنی به یک گروه خاصی ما اشاره میکنیم که هم اطلاعات کافی درباره قرآن دارند و هم تصمیم به نابودی قرآن گرفتند. یعنی چیزی نیست که اینها رو کسی قرآن بهشون یاد بده بعد اخلاقشون عوض شه. قرآن رو خوب میشناسند و چون میشناسند قرآن رو و قرآن رو میدانند که مظهر عدالت است و خود اینها مظهر ظلم هستند، به این لحاظ ظلم با عدالت در حال پیکار است و اینها هم نمایندگان ظلم هستند. بنابراین این ظلم در قالب اینها متبلور می شود و جنگ به وسیله این اندام ها، به وسیله این احساسات، به وسیله آدم ها انجام می شود. اینها می دانند که دین اسلام برحق است و دلیل حقانیت قرآن رو از قرآن اینها استخراج نمی کنند، بلکه از کتب خودشون استخراج می کنند، استنباط می کنند و از طریق کتب خودشون به حقانیت اسلام پی می برند. و همونطور که در آیه قبل گفت، عقل و علم پیدا می کنند به قرآن، اما دست از تحریف بر نمی دارند، چون یا شما باید تحقیق کنید یا باید تحریف کنید، یا باید حکم به تحقق یک امر بدهید یا حکم به تحرف یک حرف بدهید، یا باید یک دینی رو از جاده اصلی منحرف بکنید و منحط بکنید و باعث سقوطش بشوید و یا اینکه تسلیمش بشوید. حالا دین رو هم میشناسید. اینها تصمیم بر این میگیرن که با وجودی که علم به حقانیت قرآن دارند، بلکه از قرآن
به اصطلاح در کتب خودشون حتی نشانه هایی دارن و استنباط کتب اونها این است که این قرآن بر حق است، اما منافع غیر حقه خود این افراد مانع می شود که این دین رو بپذیرند و حقایق این دین رو منتشر کنند. مسئله این است که میلیون ها انسان رو در جهل و بیخبری باقی می گذارند و منافع ناشی از این دین و حقایق مربوط به این دین رو برملا نمی کنند. در واقع مشخصات کامل کافر و پوشاننده حقیقت مصداق اعمال و هنجار این افراد محسوب می شود و این امر سابقه طولانی تاریخی دارد. یعنی همیشه منکران حقیقت به لحاظ منافع دنیایی و منافع مادی انحراف کردند و کتمان حقیقت رو باعث شدند و هنوز هم این کار رو ادامه میدهند. و چون با مؤمنان روبرو شدید، چون به ایشان گفته شود که ایمان آورده باشید، گویند ایمان آوردیم، و چون بعضی از ایشان، گروهی از ایشان با گروهی دیگر از ایشان خلوت کنند، به یک دیگر میگویند آنچه را خدا بر شما آشکار کرده است، با ایشان یعنی با مؤمنان یا دعوت کنندگان در میان میگذارید، سوال میکنند که نباید بگذارید، این طور میکنید تا در پیشگاه خدا با آن یعنی با اتکای به آن دلایل شما بر شما حجت آورند. چرا اندیشه نمی کنید؟ چرا فکر نمی کنید؟ شما را چه شده است؟ که ظالم هستید اما گاه گاهی فکر می کنید که باید حقیقت گو هم باشید. این چه بیماری است که گردن شما را گرفته؟ ظلم چه ارتباطی با حقیقت دارد؟ در این آیه چند اصل قابل تأمل و بررسی است. نخست این که موضوع دروغ نوعی فریب و نوعی ایجاد مخاطره و نوعی تجاوز به حریم، حریم شعور، حریم عقل و باور و نرم تعامل در جامعه بشری است. دروغ وقتی که در سطح فردی گفته میشه، در سطح اجتماعی گفته میشه، در سطح دولتی گفته میشه، در سطح سیاسی گفته میشه، این شمول و دامنهای مختلفی پیدا میکنه و در اینجا یکی از موضوعاتی که مطرح میشود تشویق ظالم به ظالم دیگر در خوبی و منافعی است که از دروغ گفتن ناشی میشود. یعنی درس دروغگویی و درس دروغ گفتن یکی از شغلهای ظالمه که در اینجا میبینید که میگوید که تو میدانی که این دین بر حق است، ولی به دروغ بگو که این دین بر حق نیست، چون دلیل و مدرک دست شخص میدهی و با همون دلیل و مدرک تو رو محکوم میکنه. در واقع دروغ شخص به یک ذهنیتی اشاره میکند، به یک باوری اشاره میکند که وجود خارجی ندارد و در واقع در ذهن گوینده یا در انجمن گوینده اشاره به یک دروغهایی می کنند که اون دروغها که باید ضد یک راست و حقیقتی باشد به عنوان راست و حقیقت ارائه می شود. دروغ گاه می تواند که اشاره به یک موضوع خارجی باشد و می تواند در بیان سوء تعریف یک ذهنیت درونی باشد، یعنی میتواند مربوط باشد به یک موضوع مستقل از ذهن گوینده و یا میتواند مربوط به ذهنیت گوینده باشد. یک وقتی شما به یک موضوع اشاره میکنید که در ذهنیت گوینده نیست، فرض بفرمایید که شما میگویید که فلان کس گفته است که هوای بیرون سرد است،
شخص دیگری گفته که هوای بیرون گرم است، شما اون حرف رو عوض میکنید و میگویید که نه، یک کسی گفته که هوا سرد است. یک پایه بیرونی از ذهن شما داره موضوعی که دربارش قضاوت میکنید یا دروغ میگویید. گاهی از اوقات مبنای این دروغگویی در ذهن گوینده است، در عالم خارج چیزی وجود ندارد. راجع به اعتقاد خودش دروغ میگوید. بنابراین مثل همین دروغی که اینجا گفته میشود که با وجودی که شما میدانید که دین یهود دین اسلام رو تصدیق میکنه، ولی برای منافعی که باید حفظ بکنید، اگر کسی رو دیدید بگویید دین یهود دین اسلام رو تکذیب میکنه به جایی که تصدیق بکنه. این دروغی است که در واقع از عقیده درونی و ذهنیت درونی برمیخیزه. در هر حال دروغ مربوط به نوعی تعامل و داد و ستد اطلاعات و داد و ستد معلومات است و میتواند که متکای معاملات بشود. یعنی وقتی که ما راجع به یک موضوع دروغ میگوییم، میتواند که این دروغ که امروز چیز آزادی است، چیزی رد و بدل نشده، ولی میتواند که این دروغ پایه یک سری داد و ستدهایی باشه. مثلا من به دروغ به شما میگویم که من آدم امانتداری هستم، از شما امانت قبول میکنم و این امانت رو با همه خطراتی که داره، با همه مشکلاتی که داره، سالم 100% از این امانت شما رو که گفتید من این پول رو میدهم که اگر 10 دلار دادم، هر 10 دلار تبدیل به برنج بشود، تبدیل به روغن بشود، تبدیل به سیب زمینی بشود و به یک سری کودکان محتاج در دنیا حالا هر جا داده بشود. من از این ایمان شما یا از این باور شما یا قبولی شما استفاده می کنم و شما فردا اطلاع پیدا می کنید که من با این پول فرض بفرمید به فلان قمارخانه رفتم یا کار دیگری کردم و در هر حال اطلاعاتی که من به شما دادم باعث ایجاد یک تعاملاتی شده. یعنی من به شما گفتم که من آدم راستگوی هستم، من امین هستم، من اوورهد ندارم، من هر چی شما بدهید همه اون رو به فقرا و مستمندان میدم و شما باور کردید حرف من رو بر اساس این اطلاعاتی که به شما دادم. 10 دلار دادید، گفتید خیلی خوب، تو که انقدر آدم خوبی هستی این 10 دلار رو بده به این بچه افغان، و من اون 10 دلار رو برداشتم بردم به کار دیگه ای زدم. بنابراین با دروغی که من گفتم و ذهنیتی که به وجود آوردم باعث ایجاد یک داد و ستد شدم که بر مبنای اون دروغ پایه‌گذاری شده. بر اساس اون دروغ که معاملاتی انجام شده و این معاملات میتواند که تکرار بشود و زیان و ضرر مادی و معنوی و اخلاقی در سطح جامعه ایجاد بشود. من به شما دروغ میگم، شما به کسی دیگه دروغ میگویید، یک سری دروغ بین افراد جامعه رد و بدل میشه و بر اساس این دروغ ها داد و ستد ها انجام میشه و داد و ستد ها بر مبنای دروغ پایه‌گذاری میشه و یک جامعه ای به وجود میاد که کم هم نیستن در دنیا که همه چیز اینها بر مبنای دروغه و اصلا در نظام اینها سیستم راستگویی کار نمیکنه. به هر حال حالا مثال هایی میخواستم بزنم از ملت هایی به خصوصی که بعد خودمون رو گرفتار تعقیبات جزایی و حقوقی اینها میکنیم، میگذرم از این موضوع. همینقدر عرض میکنم که دروغ میتواند که با ذهنیت شروع بشود و به تعامل ختم بشود، یعنی در تعامل پایه های عدالت رو به هم بریزد و ظلم رو جای عدالت جایگزین کند و نتیجتاً دروغ میتواند که ظلم باشد. یعنی این افراد همدیگر دعوت به دروغ کردن و گفته است که اتو حدثونهم، آیا میخوای واقعیت رو بگویی
آیا واقعیتگرا میخواهی باشی؟ آیا راستگو میخواهی باشی؟ به ما فتح الله و علیکم. و بعد به اینها وسیله بدی لیوها جوکم بهی، که به وسیله اون دلایلی که در اختیار اونها میذاری با خودتو به جدال کلامی بپردازن، احتجاج بکنن، دلیل و منطق بیاورن، تو رو محکوم بکنن. پس چه کن؟ پس دروغ بگو. یعنی در واقع راستگویی که عدالت است به ضرر توست، چون تو ظالم هستی. هر چیزی که عدالت باشد برای تو مضر است، مثل برف و خورشید، تو آب میشوی در مقابل خورشید. بنابراین به اونها حقیقت رو نگو، به اونها دروغ بگو. و دروغ مبنای ظلم و مبنای ظالم بودن و ظالم شدن است. به این لحاظ دروغ و اظهار یک امر به صورت غیر واقعی نوعاً خیانت در امانتی است که مورد تعامل قرار میگیره. اگر شما به کسی دروغ بیاموزید، در واقع یک خلاف اخلاقی کردید. و اگر این دروغ شما باعث ایجاد یک تراستی بشه، ایجاد امانت بکند، ایجاد تعامل بکند، که شما در واقع در اون امانت قبل از شروع امانت خیانت کردید. و از این لحاظ نوعی دین و بدهی شخصی به مخاطب و به جامعه مخاطب محسوب می شود، بدهی شما. و به همه لحاظ می تواند که در قانون و از طریق قانون جرم تلقی بشود و حتی جنایت تلقی بشود و بر همون اساس هم با شما معامله و مقابله بشود. دروغ نوعی حق و ناس است. دروغ نوعی خیانت در امانت و دروغ تجاوز به حریم ذهنی مخاطب یا مخاطبین اون هست. دروغ در واقع نوعی تعدی به حق مخاطب است. بنابراین نوعاً مسئولیت در مقابل حق است. همچنین دروغ میتواند به عنوان مسئولیت بدهی شخص در مقابل حقی باشد که بر اساس اون مسئولیت دارای اون موجودیت شده باشد. یعنی اگر ما به مناسبت اظهاری که میکنیم مسئولیتی به وجود بیاریم که دروغ باشه، صرف نظر از اینکه اون مسئولیت بر اساس دروغه، خود اون مسئولیت برای ما یک بار دین و مسئولیت جدید به وجود میاره. اصل بر این است که ما مسئول هستیم دروغ نگیم به مردم، چیزی رو پنهان نکنیم، چیز راست رو پنهان نکنیم به عنوان دروغ. پس در درجه اول ما این عهد رو میشکنیم و دروغ میگیم. مثلا من به دروغ به شما میگویم که من فردا 100 دلار از پول شما رو برای یتیم فلان کشور مصرف میکنم. این حرف دروغ است، چون نمیخوام این کار رو بکنم. و کار دوم این است که بر مبنای این دروغ، که همین دروغ یک بدهی است برای من، یک شرایطی به وجود می آید که متکی به این دروغ است. مثلا شما 100 دلار پول می دهید که بر اساس اون چی که من ادعا کردم عمل کنم، و چون نمی کنم دروغ دوم اتفاق می افتد. دروغ همینطور نوعاً دزدی و سرقت است. چرا که ما باور و اعتماد و اتکای بر باطل ایجاد میکنیم. یعنی یک جنسی رو میفروشیم که وجود نداره. این جنسی رو که میفروشیم یک وجهی در مقابل اون دریافت میکنیم، یا امانت دریافت میکنیم، احترام دریافت میکنیم، پول دریافت میکنیم، اعانه دریافت میکنیم. بالاخره این دروغ که میره یک چیزی در این تعامل باز میگرده و به دست ما میرسه.
اون چیزی که به دست ما میرسه، هر چه که باشه، اطلاع باشه، دانش باشه، دین باشه، پول باشه، موفقیت باشه، اون چه که به دست ما میرسه در اثر تعامل دروغ که سرمایه این تعامل دروغ بوده، نوعاً سرقت محسوب میشه. مثل اینکه من از جیب شما پولی بدزدم، با زبانم میدزدم به جای اینکه با دستم بدزدم. دروغ هیچ چنین وضعیتی داره. دروغ همونطور که عرض کردم نوعاً میتواند سرقت باشد، یعنی اون چرا که باور و اعتماد و اتکاء بر باطل ایجاد میکند، یعنی موارد اتکا رو در اعتقاد و در تصمیم گیری مختل میکند، فاسد میکند. و بر این اساس علاوه بر سرقت، نوعا یک فساد ممتد و مصری تلقی میشود. اولا اینکه دروغ اگر فایده ای نداشته باشد که تکرار می شود برای اینکه فایده ای پیدا کند، اگر فایده ای داشته باشد عادت می شود که از این طریق انسان تحصیل درآمد کند. و بعد هم دروغ چون پایه دروغ های دیگه می شه، یعنی دروغ مثل یک دانه است که شما کشت می کنید و صدها محصول از اون برمیخیزه، زرع میشه. و ما یک دروغ میگیم که دروغ قبلی رو بپوشانیم، سه دروغ دیگر میگوییم که دروغ بعدی رو بپوشانیم، و یک وقت نگاه میکنیم که ما اصلا زندگیمون لشکری از این دروغ هاست و تداخل این دروغ ها در هم، و اینها انسان رو واقعا ویران میکنه. بر همین اساس هست که دزدی میتواند که یک نوع سرقت باشد، سرقت با مستقیم، سرقت با عمل مستقیم، و همینطور سرقت با عمل غیر مستقیم، مال واسطه و بی واسطه. وقتی که ما در اثر دروغ یک سرقتی به وجود میاریم و این سرقت ادامه پیدا میکنه و اون که دروغ شنیده خودش دروغگو میشه، این تسلسل دروغ در واقع یک جامعه رو به فساد طلق مصری میشه، و ما مسئول هستیم تا اونجایی که دروغ ما استحاله شده و پیش رفته. در مورد دروغ باید گفت مثل خانه است که روی خاک سست بنا شده باشه و این خانه نهایتا فرو میریزه و همه کسانی که در این خانه قرار دارند صدمه میبینند و کشته میشن، متضرر میشن. و دروغ میتواند که به موضوعات جنایی و کیفری خیلی شدید به اصطلاح بالا بره و تغییر شکل پیدا بکنه. در آیه شماره 76 از سوره دوم قرآن، وقتی مخاطب به دایی، به دعوت کننده میگوید من ایمان آوردم، و به یک مرحله از موضع شخص و اجتماعی و عقیدتی اشاره میکند که من باورمند هستم، که من بر مبنای ارزش هایی که بین گوینده و بین مخاطب مشترک است و گوینده با اتکاء بین اشتراک مواضعی را گزینش میکند که اتکاء بر غیر واقع و اتکاء بر امور واهی است. مثلا من اصلا شغلم در کار خیریه نیستم، مثلا من رئیس قمارخانه هستم، خودم رو به شما معرفی میکنم که من یتیم خانه دارم یا یتیم خانه رو اداره میکنم، و شما بر اثر این ادعای من یک روش هایی رو در پیش میگیرید که اون روش ها متکی به قول من هست، و در واقع من عقیده خودم رو که دروغ معرفی کردم وسیله تعامل شده. یعنی جایی که امور عقیدتی به امور اجرایی میرسه،
حالا یه کسی میگه آقا شما مسلمانین، مثلا من به دروغ میگم من مسلمانم، در صورتی که مثلا من ممکنه بیدین باشم یا بودایی باشم یه چیز دیگه باشم. گاهی از اوقات میبینید که این دروغ در عقیده در همونجا متوقف نمیشه. میگوید خب حالا شما که مسلمان هستید، پس من دنبال یک مسلمان میگشتم که مثلا به مسلمان مکزیک $100 کمک کنم، پس بگیرید این $100 رو شما بدید به اون شخص، چون شما مسلمان هستید حتما این رو به دست مسلمان میرسانید. یعنی من در مورد عقیده خودم هم وقتی دروغ میگم، با وجودی که صرف کذب در عقیده نمیتواند که جرم باشد، اما اتکای به این کذب میتواند که تشکیل جرم بدهد. همه اقداماتی که مخاطب با اتکا به اظهار گوینده انجام میدهد و همه مسئولیت هایی که ناشی از آن میشود، همه اینها متوجه گوینده است. یعنی هرچه که ما اظهار بکنیم و این اظهارات ما ایجاد ضرر و زیان کند، چه اظهارات ما عقلانی باشد چه نباشد، اگر ما اقدام به دروغگویی بکنیم و این دروغگویی ما یا پنهان کردن دلیل و مدرک توسط ما که خودش نوعی دروغه، میگویند شما مدرک این کار رو دارید؟ دارم. میگویم نه. شما دیدید که این خانم با اتومبیل از چراغ قرمز عبور کرد؟ دیدم. میگویم نه. در اثر این اظهار دروغ من ممکن است که یک شرایطی به وجود بیاید، داد و ستدی به وجود بیاید، سودی به وجود بیاید، ضرری با آن سو به وجود بیاید. اگر اظهار دروغ من باعث تعاملات بعدی بشود، من شرعاً نسبت به ایجاد ضررهایی که با اظهار من به وجود آمده دارای دین هستم به کسانی که متضرر شدند. در قرآن دروغ علاوه بر حق الناس و ایجاد دین در جامعه از نظر محاسبات مسئولیت و اخلاق، در مقابل حضرت حق نوعی محاربه با حقانیت حق محسوب می شود و یکی از شدیدترین نوع تعدی به ساحت حق محسوب می شود. مثلا در قرآن نگفته که اگر کسی نماز نمی خواند من او رو دوست ندارم، من ندیدم. البته گفته که اگر کسی نماز بی خود بخواند و نماز خلاف بخواند و نماز دروغ بخواند، وای به حال او. اما ندیدم که گفته باشد کسی که نماز نمیخواند دشمن من است. اما میگوید که کسی که دروغ میگوید دشمن من است، من هم دشمن او هستم. چطور میگوید؟ خدا دروغگو رو دوست ندارد. خدا که بی‌طرف نیست نسبت به انسانها، اگر دوست ندارد حتما دشمن دارد و نمیتواند خدا شما رو دشمن داشته باشد و شما خدا رو دوست داشته باشید. بنابراین شما هم خدا رو دشمن دارید. به این لحاظ است که میگویند دروغگو دشمن خداست و هست. اما دروغ به عنوان یک بیماری تقریبا غیر قابل علاج، تقریبا در بیشتر مردم دنیا وجود دارد و کمتر کسی رو شما میبینید که در مورد دروغ به درجه اجتهاد نرسیده باشه. یعنی همه ما دروغ میگوییم و همه ما دروغهایی رو که میگوییم به نوعی توجیه میکنیم. من برای این دروغ گفتم که اینطور بشه، من برای این دروغ گفتم که اونطور نشه، من برای اینطور دروغ گفتم که با اتومبیل آهسته تر بره که خدای نکرده تصادف نکنه، یا من دروغ گفتم بترس دیگه از این کارها نکنه. بالاخره همه ما مجتهد می شویم و دروغ خودمون رو توجیه می کنیم که این نوع دروغ گفتن خوب است، نوعی که تو دروغ می گویی بد است.
و متاسفانه این بیماری و این عارضه خط مشی اکثر ما مردم است. حتی ناصحین و موعظه هایی که ما دریافت می کنیم اونها هم بیش از حد معمول به دروغ و به گزافه که نوعی مخلوط دروغ و مخلوط دروغ با تعلیم است که وقتی تعلیم دروغ میدیم گزافه نام داره. ناصحین ما تقریبا میشه گفت در جامعه معلمین دروغ ما هستند، یعنی ما اول بار از اونها، از علما، از معلمین اخلاق و دین دروغ رو یاد میگیریم و کمتر از نظر عمق قبح و قباحت حد لزوم توسط معلمین ما دروغ توضیح شده و تشریح شده. انقدری که در مورد حجاب صحبت میشه، انقدری که در مورد حج صحبت میشه، انقدری که در مورد چیزهایی که ازش پولی در میاد صحبت میشه، کمتر توضیح داده شده در مورد قبح و قباحت و زشتی و کراهت دروغ. و اساسا دروغ به عنوان یک نکبت و یک ویروس و یک بیماری غیر قابل علاج به صورت دیفکتو، به صورت ناگفتنی ولی عمل کردنی پذیرفته شده در جامعه و مهمترین عامل نشر دروغ در جامعه معلمین دین هستند که ما دروغ را از اونها یاد میگیریم و دروغ را به عنوان عبادت تلقی میکنیم. و مثلا همین تقیه که در دین ازش اسم میبرند بزرگترین دروغ است به دروغ، یعنی دروغ مشدد است. اولا که میگویند دروغ بگو، خب خود این یک درس دروغ است، و بعد میگویند این دروغ دستور اسلام است، دستور سنت است، که دروغ دوم و سوم. و بر اساس همین فلسفه دروغ گفتن برای اصلاح امور و تقیه و حفظ اسلام یا حفظ جان یا هر اسم دیگری، موضوع دروغ یک حالت شرعی پیدا میکنه، یک حالت رسمی پیدا میکنه و در واقع ضد اخلاق به حکم علمای دین در مقابل اخلاق قرار میگیره، چون دروغ نماینده ظلمه، راست نماینده عدالته. وقتی به ما یاد میدهند که تقیه کن، یعنی یاد میدهند که دروغ بگو، و ما چون به ما یاد میدهند که دروغ بگو یعنی ظلم کن، یعنی ریشه عدالت رو واژگون کن، یعنی کاری کن که بر خلاف عدالت باشد، ظالم باش. به بیان دیگر اگه به کسی میگویند دروغ بگو یعنی ظالم باش، و این کار بیشتر از طرف کسانی میشود که ادعای تعلیم و معلم بودن دین رو دارند. در آیه 76 از سوره بقره که و هنگامی که با آنان ملاقات میکنید و اذا لقوا و اذا لقوا الذین آمنوا، امر میکند و میگوید، مخاطب هم مطلع است و هم متعهد است، هم میداند که موضع رسول اکرم بر حق است و هم میداند که باید سخن بر حق بگوید، اما دانسته دروغ میگوید و سبب گمراهی و باور به مجاز از سوی گوینده میشود، هم در خلوت بر عدم انجام صداقت اصرار میورزد و میگوید اگر صدق بورزی و بگویی که شاهد حقانیت قرآن در تورات موجود است، راه انکار بر تو بسته میشود. حقانیت قرآن باعث جلوگیری از ظلم تو می شود، و اگر شغل تو ظالم بودن و ظلم کردن است، بی شغل
و بیکاره می شوید. یعنی برای رفع امکان انکار ادعای خود دروغ بگویید، برای اینکه مخاطب خودتون رو یا مبارز خودتون رو یا مدافع خودتون رو خلع سلاح کنید و نگذارید که از ادله خودش، از دلایل خودش استفاده کنه، با دروغ به جنگ عقاید و دلایل او بروید و با دروغ او رو شکست بدهید، با شهادت دروغ در دادگاه مردم رو محکوم کنید. حکمی که در این آیه به دروغ و دروغ گفتن داده شده دامنه بسیار زیادی دارد و تصریح بسیار عمیقی در جامعه داراست. می تواند که به تمام ارکان زندگی تعفن و فساد وارد کند، به کارهای حقوقی، به دادگاه، به روابط زن و شوهر، مادر و پسر، پدر و دختر، خواهر و برادر، رئیس و کارمند. جامعه تحت تأثیر این دروغ‌های مقدس قرار می‌گیرد که ما برای حفظ قرآن باید دروغ بگوییم، ما برای حفظ اسلام باید دروغ بگوییم. اونها هم مثل ما هستند، ما از اونها یاد گرفتیم دروغ گفتن رو، اونها هم از ما. اونها هم میگویند ما برای حفظ تورات باید دروغ بگوییم، برای حفظ ایمان خدا، برای حفظ توحید باید دروغ بگوییم و بگوییم در کتاب ما نسبت به تصدیق قرآن هیچ چیز ننوشته و ما اصلا این محمد رو نمیشناسیم، هیچ نشانه ای از او هم در کتاب ما نیامده. این دروغ ها رو بگویید که این دروغ ها مقدس است، که دین شما حفظ بشود، و الا اگر شما این دلایل رو در اختیار مسلمانان بگذارید، خب تا عدد آخر یهودی باید مسلمان بشود و ما چون نمیخواهیم مسلمان بشویم، چون مسلمانی با قرآن کار میکنند، یا قرار بوده با قرآن کار بکنند، الحمدلله الان نمیکنند، چون مسلمانی قرار است که با قرآن کار بکند و قرآن کتاب عدالت است و ما پیرو کتاب ظلم و مرام ظلم هستیم، قرآن رو نمیپذیریم که مجبور به رعایت عدالت باشیم. بنابراین با اظهار دروغ و با صنعت کردن دروغ، صنعت دروغ رو به کار میبریم، نه فقط یک دروغ، کارخانه دروغ سازی به راه میاندازیم که در مقابل این اسلام بیستیم و نگذاریم که حقایق این دین بروز بکند. دروغ بعد از دروغ، اتهام بعد از اتهام، افترا و خرابکاری، از درون خراب کردن، از بیرون خراب کردن. دروغ فقط به یک اظهار ساده شروع و ختم نمی شود. برخی از پیروان موسی می گویند اگر صدق بورزی و اگر صحیح بگویی و اگر راست بگویی و بگویی که شاهد بر حقانیت و صداقت قرآن در تورات هستی، تصدیق تورات از قرآن رو اقرار کنی، اون وقت راه انکار بر تو بسته خواهد شد و تو هرگز سند و توجیهی برای دوام در ظلم و ظالم بودن نخواهی داشت. برخی از پیروان موسی میگویند تنها اگر اظهار کردی، در خلوت اگر اظهار کردی، فقط خدا با خبر می شود و در محاکمه روز جزا محکوم خواهی شد. یهود نمی داند که خدا بر سر و بر علن، بر ظاهر و بر باطن، بر پیدا و بر پنهان، بر پوشیده و بر آشکار آگاه است، یکسان آگاه است، و در هر حال کتمان حقیقت موجب محکومیت شخص می شود حتی اگر دروغ را اظهار نکرده باشد. یعنی سکوت در برابر ظلم، سکوت در برابر دروغ دیگران که می دانیم دروغ می گوید و می دانیم شنونده دروغ می شنود،
و ما ساکت هستیم. در این نوع موارد سکوت نوعاً دروغ محسوب می شود. یک موضوع مهم دیگری که در آیه شماره 76 ملاحظه می شود و مشهود است، آن این است که پنهانداری و حبس حقیقت نوعاً کذب و کفر، هر دو محسوب می شود. در این آیه، آیه 76 از سوره دوم، بعضی از یهود به بعضی دیگر توصیه می کنند که حقیقت رو پنهان کنید تا هم در مقابل دعوت کننده هم در مقابل خالق از مجازات مبرا بشوید. در واقع دعوت به کفر از دیدگاه ایشان نوعی براءت از جرم و محکومیت محسوب می شود. کفر نوعی دروغ و پرده پوشی بر معلوم شخص است. کفر به معنای پوشاندن، پوشاندن واقعیت معلوم و مشخص است. در اینجا مدعی می داند که واقعیت چیست و معلوم اوست، اما در پوشاندن آن اقدام می کند و هم به دیگران توصیه کفر و پوشاندن می کند. هم تمرین کفر می کند، هم تدریس کفر می کند، هم عامل ایجاد کفر می شود و هم عامل ایجاب کفر می شود. هم ایجاد می کند و هم ایجاب می کند، هم به وجود می آورد، هم باعث و موجب می شود. و در واقع ترکیبی از کذب و تقلب و فساد و کفر در تعاملات این گروه در اون زمان و بسیاری از گروه های دیگر در این زمان دیده می شود. ایشان می دانند که علم انسان مسئولیت انسان است و میگویند آنچه بر شما آشکار است از ایشان پنهان دارید و تظاهر به جهل کنید تا در امان باشید. قوم موسی، برخی از قوم موسی، برخی از قوم یهود میداند که واقعیت چیست، اما منافع دنیوی و تفرعون مانع پذیرش حق می شود و این دقیقا مفهوم کفر است. موضوع کفر و موضوع تکذیب حقیقت، حقیقتی که به صورت واقعیت ملموس و مشهود در می آید برای شخص، اما برای حفظ منافع گوینده، گوینده از گفتن حقیقت پرهیز می کند و نگفتن حقیقت و یا دروغ گفتن، هر دو یکی است. در جایی که انسان مسئولیت گفتن دارد و سکوت میکند، نه هر سکوتی، در جایی که انسان مسئولیت سخن دارد و سکوت میکند. شما میبینید که مثلا در یک تصادف رانندگی در خیابان، یک شخصی از چراغ قرمز عبور کرده، شخص دیگر رو مضروب کرده و شما دیدید، شاهد بودید. اگر شما ساکت باشید و اون دو نفر به هم دروغ بگویند و شما از راست با اطلاع هستید و هیچ نگویید، شما در امر دروغ ایجاباً مشارکت کردید، یعنی ایجاب کردید، موجب شده اید. درست است که ایجاد نکردید، ولی ایجاب کردید، باعث شده اید. به این ترتیب ما آیه شریفه 76 رو پشت سر می‌گذاریم و وقت ما هم در این زمان به پایان می‌رسد. البته دقایق دیگر باز می‌گردیم و با شما خواهیم بود. به آیه شماره 77 بعد از تنفس باز خواهیم گشت و
در ارتباط با اون آیه با شما صحبت خواهیم کرد. از اتاق فرمان میخواهم که فرصت کوتاه رو به ما ارائه بدن، ما باز میگردیم با شما خواهیم بود.